با یاد و نام خدا و با عرض سلام، امروز چهارشنبه 21 ماه جوزا سال 1399 خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین های خبر. زخمی شدن یک منصوب پلیس بر اثر شلیک افراد مسلح در شهر غزنی. شفاخانه حوزوی غزنی امید تازه برای دسترسی مردم به خدمات صحی در این ولایت. در گذشت حیدری وجودی، شاعر نامدار افغانستان و وفات استاد عبدالعلی فکوری، نویسنده و پژوهشگر غزنی. و معرفی یک سیاه‌پوست از سوی دونالد ترامپ همچون رئیس ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا. حال هم مشروع خبرها، من توریالای تابش هستم. افراد مسلح بر موتر یک منصوب پلیس در شهر غزنی حمله کردند. در این رویداد این سرباز زخم برداشت و اکنون زیر درمان است. مسئولین محلی غزنی با تایید این رویداد میگویند که مهاجمان موفق به فرار شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی میگوید که پیش از چاشت امروز یک سرباز پلیس در مربوطات شهرک سلطان محمود غزنوی از سوی افراد مسلح هدف شلیک قرار گرفت و زخم برداشت. این رویداد در این ساحه زمانی رخ داده که این منصوب امنیتی از منزل به سمت وظیفه‌اش می رفت. من ورد تر غرمی مخکی نتیجاند و اصلوالو یو سرتیری بندی بذکری چه غلا کورشی در غزنی بازار خواته وزیپی تر روان و در سلطان محمود غزنی پشارکی پا موشن یه دوزی سویدی چی رنیه کمر و شهید سوائی نده یه بادی زخمی ده چی انشالله پروختون که تر روی لنده ده و وزیدی رن یک نیوال نده. این رویداد در حال صورت میگیرد که در چند روز اخیر شهر غزنی از راه گذر ترور منصوبین امنیتی از آرامش نسبی برخوردار بود. شفاخانه حوزوی ولایت غزنی به یک مرکز خوب تداوی مریضان در این ولایت مبدل شده است. بانک شهروندان غزنی از فعالیت این شفاخانه رضایت دارند، اما کمبود جای و تأخیر در ساخت ساختمان اصلی این شفاخانه هنوز هم مشکل اصلی است. شهروندان غزنی خواستار سرعت کار برای ساخت ساختمان اصلی شفاخانه حوزوی هستند. ولایت غزنی با نفوس بیشتر از 1,200,000 تن سال هاست که از نبود یک شفاخانه معیاری و مجهز دولتی رنج میبرند. پروژه ساخت ساختمان شفاخانه حوزوی سال هاست که زیر کار است و یا هم تأخیر در این پروژه وجود داشته است. اکنون که از 300 بستر اصلی این شفاخانه تنها 100 بستر آن برای مردم غزنی فعال شده است، امید مردم برای دسترسی به خدمات صحی اساسی بیشتر ساخته است. شفاخانه حوزوی واقع در قلعه جوز غزنی بیشتر از یک سال است که فعالیتش را آغاز کرده است. چون تمام بخش‌ها را ما در اینجا داریم، بخش چشم است، بخش گوش هلو است، بخش ارتوپیدی است، بخش یورولوژی است، ما تمام بخش‌ها را در اینجا مکمل انشاءالله داریم. شماری از بیمارداران که در این شفاخانه مراجعه کردند از آغاز فعالیت این نهاد استقبال می کنند و بر تجهیز بیشتر این شفاخانه تاکید دارند. امکانات شفاخانه فعلا خوب است. دکتران همچنان رفتارشان با مردم خوب است دیگه. فعلا کدام مشکل ما از کدام گیله از دکتر سیبان نداریم. به خاطر برادر ما مادیم که عملیات شده سرینش میکروبی بود،
روز جمعه گذشته اومدیم یک هفته اینجا چی بود بیشتر بود بعد روز جمعه عملیات شد امروز چهارشنبه تا هنوز مونده اینجا الحمدلله امکانات بسیار خوبتری در این شفاخانه اول وجود دارد مثلا از وقتی که ما مریض خود آوردیم زود برش رسیدگی صورت گرفته مدت یک ساعت میشه که اومدیم مریض ما بالکل همان پای شکستگی پایش هم گرفته شده عکسش هم گرفته شده است یعنی نسبت به شفاخانه که در داخل شهر بود اونجا بیروبار زیاد بود فعلا چون شفاخانه اینجا انتقال نموده است تماما امکانات بهتر از دکترها وجود دارد و همچنان مریض به طریقه اسرع وقت تداوی صورت میگیرد اما کمبود جای با توجه به میزان مراجعین هنوز هم مشکل اساسی است زیرا ساختمان اصلی شفاخانه که برای 300 بستر ساخته می شود اکنون زیر کار است و تکمیل نشده است بل مشکلات سی دیدی موز یوازنه مشکل سی دیدی تعمیر او دی جای نستون ده وست اکثر مریضان را دیدی موز دی جای دی نستون لکبلا بیرتا موز مجبورکی گوسی یوغی دیدی بخاطر سی سی خدمات ورته وسی در کم مریضان سی بستر دی هنور مریضان رخصت کن دکتر عجب خان حمیدی رئیس شفاخانه حوزوی میگوید که تلاش ها برای ارتقای این شفاخانه از 100 بستر به 170 بستر جریان دارد و اکنون 185 تن در این شفاخانه فعالیت دارند. فعلا نظر به اوضاع کرونایی فکر میکنم هنوزم زیر کار وزارت مالی است که با اولویت داده سیستم کرونایی وزارت صحت عامه را دیگه اولا ما در صدد هستیم که تا اواخر ماه سنبله ما او را به دست بیاریم که نصفه سال است که ما بتانیم او تشکیل خودم منظور بکنیم آقای حمیدی میگوید که روزانه ده ها مریض غزنی و ولایت های همجوار به این شفاخانه می آیند و بیشتر بخش های این شفاخانه فعال است. برای شفاخانه ولایتی ولایت غزنی چون یو قدمی است برش که باید به شفاخانه حوزوی روان کنه اینجا برای ما روان میکنه و همچنان 18 ولسوالی همین مریضایشان که قبلا به کابل ریفر میشد آل اکثریتشان اینجا میه و اینجا به فضل خداوند همون امکاناتی که ما داریم متخصصین که امرای ما هستن اونو همون خدمات عرضه میکنه حیدری وجودی شاعر نامدار افغانستان در گذشت غلام حیدر متخلص به حیدری وجودی از چند روز به این سو در بستر بیماری بود و خبر احتمال مبتلا شدن او به ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. حیدری وجودی مخاطبان زیادی در میان اهل تصوف و حتی اهل سیاست افغانستان داشت و غزل‌هایش در میان گروهی که خود را مریدان او می‌خواندند دارای مقبولیت و محبوبیت ویژه‌ای بود. از سوی دیگر شب گذشته استاد عبدالعلی فکوری شاعر و نویسنده غزنی نیز دایی اجل را لبای گفت و آسمانی شد. از استاد فکوری یک دیوان شعری و چند مقاله پژوهشی به جا مانده است. حیدری وجودی شاعر، مولانا شناس و نویسنده مشهور افغانستان صبح امروز در اثر ابتلا به ویروس کرونا به عمر 81 سالگی درگذشت. آقای وجودی از سالها به این سو با برگزاری محافل مثنوی خوانی در کابل جوانان شفته ادبیات، عرفان و اشعار مولانا را آموزش می‌داد. حیدری وجودی در زندگی پربارش آثار فراوان در عرصه ادبیات افغانستان آفرید که به طور نمونه میتوان از عشق و جوانی، نقش امید، با لحظه های سبز بهار، سال در مدار نور، سایه معرفت، رباعیات و دوبیتی نام برد. حیدری وجودی خود را از پیروان عارفان بزرگ پیشین میدانست و زندگی خود را وقف سلوک عارفانه کرده بود. حیدری وجودی در 16 سالگی زادگاه خود پنجشیر را ترک گفت و به کابل آمد، شهری که تا پایان عمر در آن ماند. در این شهر با صوفی غلام نبی اشقری آشنا شد، با شقایق جمال، استاد عبدالحق بیتاب و مولانای خسته نشست و برخاست کرد. شعرهایش در روزنامه ها منتشر شدند، در قالب کتاب چاپ شدند و او رفته رفته عنوان نجم العرفا یافت و تا بود از حلقه اخلاصمندان و مجذوبان بیرون نرفت. از سوی دیگر استاد عبدالعلی فکوری شاعر، نویسنده و مدیر مسئول هفته‌نامه صنایع نیز شب گذشته در ولایت غزنی دار فانی را ودا گفت. خانواده فکوری می‌گویند
که وی از چند به این سو از مشکلات قلبی رنج می برد و شب گذشته بر اثر ایست قلبی جانش را از دست داد. از استاد عبدالعلی فکوری یک دیوان شعری و چندین مقاله پژوهشی به جا مانده است. فکوری از سالهای زیاد به این سو به حیث مدیر مسئول هفته‌نامه صنایع کار می کرد. هجده کارگر در انفجار در معدن زغالسنگ در سمنگان کشور کشته شدند. مقام‌های ولایت سمنگان می‌گویند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغالسنگ در ولسوالی دره صوف بالای این ولایت 18 کارگر جان باختند. سلطان علی سلطان ولسوال ولسوالی دره صوف بالا می‌گوید که 80 شمار از کارگران در این رویداد از زیر آوار بیرون کشیده شدند. سلطان اضافه کرد در این انفجار یک کارگر دیگر نیز زخمی شده است. این کارگر هم در بیرون از معدن کار می کرد و علاوه کرد تا کنون اجساد چند کارگر دیگر نیز در زیر آوار مانده است و عملیات نجات برای بیرون کشیدن آنها جریان دارد. او گفت که این رقم نهایی نیست و ممکن کم و زیاد شود. ولسوال در ریسوف بالا تأکید کرد که کار تیم نجات به دلیل کمبود نیرو و تراکم گاز میتان در معادن به کندی پیش می رود. گفتنی است که ولایت سمنگان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت هایی است که بیشترین معادل زغال سنگ را دارد که در سالهای اخیر استخراج زغال سنگ به گونه سنتی و غیر حرفه‌ای در این ولایت افزایش یافته است. وزارت صحت خواهان بازداشت و پیگرد عدلی و قضایی حکیم الکوزی شد. سرپرست وزارت صحت اعلام کرده است که درخواست رسمی را عنوانی وزارت امور داخله فرستاده است تا حکیم الکوزی را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه که در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت که پس از ارزیابی ها در لابراتوارهای وزارت صحت عامه مشخص شده است که داروی ساخت الکوزی از 9 ماده تسکین دهنده و اعتیاد آور ترکیب شده است. او افزود که این دارو هیچ نوع نقشی در بهبودی بیماران کووید 19 ندارد و به عنوان مسکن موقتی عمل میکند. سرپرست وزارت صحت عامه از ماجرای حکیم الکوزی به عنوان یک چالش یاد کرد و افزود که این چالش را با رهبری دولت در میان گذاشته است. با گفته او، رئیس جمهور غنی در نشست کابینه دستور داده است که در مورد قضیه حکیم الکوزی به صورت قانونی برخورد شود. با این حال سرپرست وزارت صحت عامه گفت که باید فعالیت حکیم الکوزی متوقف شود و وزارت صحت عامه خواهان معرفی او به نهادهای عدلی و قضایی است. وزارت داخله روز گذشته اعلام کرد که درخواست رسمی برای بازداشت حکیم الکوزی به این وزارت نرسیده است و هر زمانی که این درخواست برسد پلیس به صورت فوری وارد عمل می شود. محمد الکوزی مشهور به حکیم الکوزی ادعا دارد که واکسین ویروس کرونا را تهیه کرده است. از مدتی به این سو او در شهر کابل این دارو را به مردم توزیع می کند. او با تازگی در هرات نیز یک نمایندگی باز کرده است. در مراکز توزیع این دارو صف طولانی از مردم بسته شده است که نگرانی از شیوع بیشتر ویروس کرونا را دامن زده است. با سوال سپاس از شما بینندگان عزیز و همکاران تکنیکی مدرسوی خبر، شب شما خوش، خداوند نگهدار.